پیشوای ملت محترم امانی رحمان زمینی ارسال هر یک پیام خیش به مجلس عالی مملکت اوید به بلند برداشتن خودشناسی ملی نسل جوان، صداقت به وطن و سرزمین، ارج گذاشتن ارزش‌های ملی و شناخت شخصیت‌های بزرگ تاریخیمان پیوسته سخن می‌گویند که زمین یکی از چنین ایراهایشان پرزیدنت مملکت چنین تاکید کردند. حس بلند ملی، خودشناسی و خودآگاهی، وطن دوستی و وطن پرستی و صداقت جوانان ما به وطن، ملت و آب و خاک سرزمین اجدادی، شناخت فرزندان فرزانه ملت، گرو امنیت و آسایش جامعه، پیشرفت دولت و آبادانی امروز و فردای تاجیکستان صاحب استقلال می باشد. دانش های فلسفه همیشه در همه دور و زمان ها پیشرفت بودند و جهت روانه ساختن تفکر جامعه به سوی سازندگی نقش کلیدی می بازیدن. برای جامعه امروز ما نیز این خیلی ضرور هست و مهم می باشد که تفکر جوانان نسل امروزی جامعه تاجیک به سوی شناخت همین گونه ارزش های مهمترین انسان ساز، جامعه ساز و دولت ساز روانه شوند. خودشناسی ملی مجموع جهانبینی ها، خودآگاهی ها، ارزش ها، بها گذاری ها و مناسبت هایی می باشد که اهمیت بزرگ تاریخی داشتن ملت را انعکاس کرده مقام ملت را در بین دیگر قوم و ملت ها نشان می دهد. خودشناسی ملی شرط ضروری هستی و یک جزء اساسی ترقیات ملت بوده، سطح و درجه آن از روی چینک معین و مقرر کرده می شود که تا چی اندازه افراد ملت به منفعت ملت کار و فعالیت و فداکاری ها کرده می توانند. خودشناسی ملی اساس حیات معنوی افراد ملت را تشکیل می دهد. خودشناسی خودش یکی از قسمت های ترکیبی شعور است، شعوری شخصی. خب اگر گویم که خودشناسی ملی یکی از قسمت های ترکیبی شعوری ملی به حساب می رود، فقط یکی از راه‌های تقویت خودشناسی ملی در شرایط معاصر، در شرایط گلوبالی کنونی سیاست، در شرایط گلوبالی کنونی تاریخ و فرهنگ، فقط خاصیت عمومی ملی و جمعیتی کسب کردن وای می باشد. خودشناسی خاصیت عمومی ملی و جمعیتی کسب میکند. از این نگاه ما می توانیم یکی از گویم که راه‌های تقویت بخشیدن خودشناسی ملی را گویم که الکی تای کرده میونی که جانوک ساختیم. یک حالت دیگر این است که وقتی میگویم که خودشناسی یکی از قسمت‌های ترکیبی شعور ملی است، شعور ملی چیست؟ شعور ملی این سطح درک ملت از تاریخ، تمدن، هویت و گویم که دستاوردهای بزرگ ملی همون نماینده های ملت به حساب می رود. از این خاطر شناخت همون دستاوردهای ملی بزرگ رو در زیر شعور نماینده های ملت باید تقویت کنیم، یعنی که در زیر شعور شعور ملی را ما تقویت کنیم و همین تقویت دادن شعور ملی باعث پیشرفت انکشاف خودشناسی ملی در سده 21، یعنی که در عصر گلوبالی کنونی تمام مناسبت ها از جمله سیاست، یعنی که تمدن و دیگر مناسبت ها به حساب می تواند رفته باشد. باید قید نمود که خودشناسی اصلاً آغاز همه گونه شناخت ها می باشد. اصل شناسی، جهان شناسی، خودشناسی ملی و ده ها شناخت های دیگر از خودشناسی سرچشمه گرفتند. خودشناسی ملی اوج بلند خودشناسی فردی در شکل گسترده و رسمی آن می باشد که در برخورد با خودشناسی قوم و ملت های دیگر بهر حمایه و نگاه داشتن هویت و ارزش های کسب کرده خیش جهد و تلاش های زیاد به خرج خواهد داد. البته مسلم است که در جهان معاصر هر گونه خطرها و هر گونه تهدیدها در دایره ارزش های روی کار آمده ایستادند که اونها در دایره حقوق و منفعت های انسانی گفته معرفی می شوند که البته از جنبه گومانیستی تا اندازه دورتر هستند و می توانند خطر ایجاد کنند به فرهنگ ها و به ارزش های ملت های دیگر. روند جهانی شوی جهان معاصر که تاجیکستان هم جزئی از این جهان معاصر هست و به نصیب از همه دستاوردها و از همه گونه پدیده های جهان معاصر نمیتواند باشد، زیرا شبکه های اجتماعی واسطه های دیگر مخابراتی هستند که همه گونه دستاورد و ارزش ها و همه گونه پدیده های نامطلوب و مطلوب جهان معاصر را به اهالی روی زمین دسترس میکنند و با مردم ما نیز این گونه تهدیدها همیشه هستند، احساس می شوند.
تاریخی علمی تاجیک همیشه همچون سرچشمه هویت‌ساز ملت خدمت کرده است و هر یک فرد ملت ما را بننگ و ناموس ملی داشتن، افتخار از ارزش‌های گرانبهای ملی نمودن را می‌آموزاند. به شبهه بدون آموزش علم هیچ قوم و ملت به خودشناسی ملی نمی‌رسد و یا عموماً از بین خواهد رفت. اهل زیاد به صفت یک مکتب باید برآمد کنند در تشکلی خودشناسی جوانان. مثلا یک مکتب یک رویش باشد که تقلید کرده شد و خودشناسی آنها بلند بوده شد. یعنی که ما اگر در تربیه یک نسل موفق شویم، امی اهل زیاد اهل گویم که مکتب معارف در تربیه یک نسل موفق شوند، همه که تصور کرده شد که علاقه ما 100 سالی انکشاف رو صاحبیم. یک نسل ما در زمینه روحیه وطن دوستی، روحیه خودشناسی، روحیه انکشاف، روحیه تفکر اتتیکی تربیت کنیم، ما 100 سال انکشاف را علاقه صاحبیم. 100 سالی گوییم که پیشرفت، 100 سالی تقویت. کدام سطح این گوییم که شعور را باید بلند برداشت؟ گوییم که شعور معنوی، یعنی که دانش ها و گوییم که جنبه های مختلف خودشناسی. هدف از تحلیل این گفته ها در آن است که خلق تاجیک با سروری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان نزدیک 30 سال باز در فضای صلح و ثبات و همدلی زندگی بسر برده ایستاده است. پیشوای ملت امام‌علی رحمان قید نمودند که تاجیکستان را تنها خود تاجیکستانی ها آباد می سازند و نه کسی دیگر. این اندیشه است که آن را شعار خودشناسی ملت نامیم که آن از هر فرد تاجیک مهنت سازنده و ایجادکارانه را طلب می نماید. نگاه داشتن همین وحدت ملی و باز هم مستحکم تر نمودن آن توسط از خود نمودن دستاوردهای علمی تکنیکی معاصر باید کار جانی هر یک فرد سالم فکر جامعه باشد. یک دلی و یک دیگر فهمی، قدردانی همدیگری اهالی تاجیکستان نوابسته به منطقه های سکونتش شرط اساسی پایداری صلح و یگانگی ملت است. از این رو هر یک جوان کشور را ضرور است که هوشیاری سیاسی، خودشناسی ملی، ارج‌گذاری به این سرزمین بهشت‌آسا را شعار زندگیش قرار دهد.